با سلام خدمت دوستان و همراهان عزیز کانال با یک ویدیو جدید دیگه خدمتتون رسیدیم توی این ویدیو قصد داریم در مورد کندیشنل پرزنت باتون صحبت کنیم کندیشنل پرزنت یکی از زمانهایی هستش که ما در همون ابتدای زبان آموزی و آموزش زبان فرانسه یکی از استفاده ها و کاربردهای های اون رو یاد میگیریم ولی معمولا تا پایان دوره مقدماتی یا همون اواخر آدو صرف فعلش رو بهمون یاد نمیدن توی این ویدیو قصد داریم در ابتدا صرف فعل و همچنین کاربردهای اون رو با همدیگه مرور کنیم. اگه برای اولین بار هست که از این کانال دیدن می کنید، من راد هستم و با تهیه این ویدیوها قصد دارم که شما رو در آموزش و یادگیری زبان فرانسه کمک کنم. لطفا توی کانال عضو بشید تا ویدیوهای بعدی ما رو هم با اولویت دریافت کنید. در مورد اینکه کندیشنل پرزنت یک زمان هست یا خیلی یک وقتی از فعل هستش بحث هستش و ما وارد اون موضوع نمیشیم اون که برای ما الان اینجا مهم هستش این که ما صرف فعل رو یاد بگیریم و بفهمیم که در چه موقعیت های کاربرد داره یکی از عمومی ترین های به حساب وصف شرطی فعل درخواست های محترمانه هستش ما برای یک درخواست محترمانه فعل رو توی زمان حال صرف نمی کنیم چون در این حالت وقتی که ما فعل رو توی زمان حال صرف کنیم بار دستوریش خیلی بالاست و یک احساس خوبی دست نمیده ولی وقتی که شما فعل رو در حالت شرطی صرف میکنین خیلی محترمانه تر هست و از اون تحکم و بار دستوریش کم میشه برای مثال توی ایستگاه قطار شما از مسئول بازی اینجوری درخواست میکنین je ان aller retour à Berne انل ان یه رفت و برگشت واسه برن میخواستم لطفاً در ادامه بعد از اینکه صرف فعل رو یاد گرفتیم با کاربردهای بیشتری از این وصف فعل آشنا میشیم مثل بیشتر زمانهای زبان فرانسه که ما صرف میکردیم این زمان هم و یا این وسه فعل هم از رادیکال و ترمینزون یا همون دنباله های فعل تشکیل شده پس مهم اینه که رادیکال رو بشناسیم و دنباله ها رو هم بدونیم رادیکال یا ریشه فعل اینجا دقیقا مثل رادیکال یا ریشه فعل تو زمان آینده ساده هستش اگه اون ویدیو رو ندیدید حتما اون رو نگاه کنید من لینکش رو اینجا میذارم چون اینجا از این بخش سریع رد میشیم رادیکال برای فعل هایی که به او اغ و ای ختم میشن همون مصدر فعل هستش یعنی قدیکل پغله همون پغله هستش فینیخ همون فینیخ و سختیخ سختیخ فقط توی گروهی که به اق او ختم میشن برای مثال لیخ میم او آخر رو حذف میکنیم باقی مانده میشه رادیکال پس یاد گرفتیم توی هر سه گروه فعلی ما رادیکال رو چجوری درست میکنیم تو دوتای اول که خودش بود خود مستر بود توی آخری ار هست کردیم. البته بجز این فعل ها یک سری هم فعل های هستن که از این قاعده ها تبعیت نمی کنن. اونا رو هم با هم دیگه آشنا میشیم با برخیاشون حالا میرسیم به بخش تقمینزون پس تا اینجا دقیقا مثل آینده ساده بود و نکته جالب اینه که تقمینزون هم برای همون تقمینزون امپخفه هستش یعنی رادیکال مثل آینده و ترمینزون ها مثل امپخفه آی ایس آی ایس آی توی درس امپخفه هم گفتیم که تلفظ ستای اول ستا ترمینزون اول و آخری دیقا یکیه ای ای ا ایون ایه برای مثال فعل تخویه رادیکال همون مستر هستش تخویه همینجوری میمونه ترمینیزون ها رو اضافه میکنیم میخونیم je travaillerai tu travaillerai il on travaillerai سه تا مثل هم هیچ فرقی نمیکنه نو تخوایغیون وو ایل ایل یه مثال هم از گروه سوم بزنیم خب گفتیم توی این گروه او آخر رو میایم حذف میکنیم برای به دست آوردن رادیکال رادیکال رو برای همه زمایر می مینویسیم ترمینیزون ها رو اضافه میکنیم میخونیم جو دیغه تو دیغه ایل ال اون دیره، نو دیریون وو دیغیه ایل ال دیره. دیره، 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 دیریم، دیری، دیره دیره دیغه دیغیون دیغیه دیره برای فعل‌های های هم همون دقیقا فعلهایی هستش که برای زمان آینده ساده گفتیم اصلی ترینشون همون اتر و افواق هستش که اتخ میشه سر افواق میشه اور. سری با هم دیگه اتر و افواق رو هم صرف میکنیم جو سره تو سره ایل ال اون سره نو سریون وو سریه ایل ال سره 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 سریون سریه سره avoir هم به همین ترتیب فقط چون اولش با حرف دار شروع میشه e j تبدیل به اپاستروف میشه j'e tu aurais il aurait elle aurait on aurait این داریم nous aurions باز auriez داریم il aurait aurait aurions auriez نو و وو تو همه فعلها سعی کنین ای رو واضح بگید اوگیان اوگیه در اینجا سعی میکنیم رادیکال فعلهای بی رو البته همشون رو نه چند تا که مهم هستن رو با هم دیگه مرور کنیم اله میشه ایغ سواغ میشه سور، فلواغ میشه فودغ فر فر تنیغ تیندغ واغ Ver pouvoir pour vouloir voudre pleuvoir pleuvre devoir d'œuvre venir viendre courir کور cour. گفتم که بی قاعده فقط اینا نیستن ولی اینا از مهمتریناشون هستن حالا اله رو هم با هم دیگه صرف می کنیم فعل رفتن رو این هم باز اولش حرف صدادار هستش جیغه تو ایغه ایل ال اون ایغه نوزیغیون وزیغیه ایل زیغه ال زیغه ایغه 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 ایغیون ایغیه ایغه حالا که به سلامتی با همدیگه صرف فعلش رو یاد گرفتیم میایم وارد کاربردهاش میشیم یکی از کاربردهای اصلی این فعل گفتن آرزوهامون هست خب چه آرزوهایی داریم مثلا میگین جمغه ال تزونی ستته این میخواین بگین که دوست دارم اگه بشه برم به ایالات متحده این همین تابستون جمغه ال تزونی ستته این یک آرزوی هست که شما دارید یک چیزی هست که از ته دل میخوایدش دو ویولونیست اون خانم خیلی دوست داره که ویولونیست بشه هنوز نشده ولی که از آرزوهاشه فعلهایی های مثل دوست داشتن وقتی میان فعل اصلی که در موردش صحبت میکنیم به صورت مستر میاد کاربرد دیگه به حساب وضع شرطی اینه که ما در مورد یک احتمال یا در مورد یک امکان صحبت کنیم اون لو اون مزون او دو لا اون لو اون احتمالش هست امکانش هست که ما یه خونه کنار دریا اجاره کنیم در مورد احتمال یه چیزی داریم صحبت میکنیم به حساب امکان امکان داره امکانش هست تو سوق کپبل دو دقیقه اون کیپ تو سوق کپبل دو دقیقه اون کیپ اینجا میگیم تو میتونی امکانش هست برای تو تو این توانایی رو داری که یک تیم رو رهبری کنی یک تیم رو مدیریت کنی یکی دیگه از کاربرد های وچه شرطی وقتی هست که ما داریم یکی رو نصیحت میکنیم یا بهش یه توصیه میدیم ولی نمیخوایم بار دستوریش خیلی تند باشه خیلی به حساب زننده باشه خیلی مستقیم باشه بلکه میخوایم یه خورده غیر مستقیم تر بهش بگیم و غیر مستقیم تر بهش نصیحت رو بگیم از این وسط استفاده میکنیم میگیم و اپل امتسا میگیم شما بایستی شما بهتره که یه دکتر به حساب خبر کنید اگر از زمان حال استفاده بکنیم بگیم و اپل امتسا اون موقع بار دستوریش خیلی بالا میره و خیلی مستقیم تر میشه ولی وقتی میگیم و یعنی بهتره اینجوری بهتره برای شما بهتر این کار رو بکنید یا توی اینی که مثال میگیم تو دوغه اتیلیزه لوویلو پوغل اتخوهی تو دوغه اتیلیزه لوویلو پوغل travail این یعنی تو بایستی تو بهتره که استفاده کنی از دو سرخه برای رفتن به سر کار اگه بگیم تو دوا اون موقع یعنی تو بایست این کار رو انجام بدیم تو مجبور این کار رو انجام بدی ولی میگیم تو بهتر این کار انجام بدیم پس این کاربرد شد نصیحت کردن دادن یک سفارش به حساب بهش میگیم سفارش میکنیم که این کار انجام بده و فلان کار انجام نده در این حالت میتونیم از وسع شرطی فعل استفاده کنیم کاربرد بعدی وسع شرطی وقتی هستش که ما از یک چیزی مطمئن نیستیم برای مثال تو بحث آب و هوا احتمال به بارش هستش میگیم لو تمپراتور پور رودساندر ا پارتیر دو مردی لو تمپراتور ا دو مغدی. یعنی میگیم از سه شنبه احتمال کاهش دما وجود داره احتمال هست که دما کاهش پیدا کنه ولی خب مطمئن 100 صد درصد نیستیم یا مثلا توی یکی مثال میگیم دبخل تموا ایلیوغ دبلسه دبخل تموا د از روی شواهد اونجا بایستی باشه یعنی احتمالش هست که زخمی داشته باشیم یه تصادفی شده شما میگید از روی شواهد یعنی احتمالش هست که زخمی داشته باشیم تصادف شدید هست به زخمی داریم این احتمال وجود داره مطمئن نیستی که صد درصد زخمی هستش ولی میگه از روی شواهد احتمالش هست اینطور به نظر میرسه که زخمی داشته باشیم اینجا باز برمیگردیم به کاربردی که همون اول ویدیومون گفتیم در مورد درخواست محترمانه که دو تا مثال در این مورد با هم دیگه مرور میکنیم پوغیو ما پورت ان کافه سیل وو ما سیل میتونید واسه من یه کافه بیارید لطفاً این رو میتونید قبل از هر عبارتی به کار ببرید. آیا میتونید براتون ممکن هستش پوگی وو. تو مثال اول گفتیم جوودر، حالا مثلا دو نفری میگیم نوودریون اون شامبر پور دو پرسون سیل نوودریون اون شامبر پور دو سیل هتل میگی ما یه اتاق واسه دو نفر میخوایم. نوودریون نوودریون اون شامبر پور دو پرسون سیل ما یه اتاق میخواستیم واسه دو نفر توی اسلاید آخر میخوایم در مورد جملات شرطی صحبت کنیم این جملات که اسم وصف شرطی فعل تقریبا از همین جملات گرفته شده اینا یک سری جملات هستن که با سی شروع میشن معمولا دو تا جمله دارن یه جمله اول که این جمله میتونه به زمانهای مختلف باشه برای مثال اگه بعد سی جمله اولمون یا همون شرطمون به امپخفه باشه جمله بعدیمون یا همون نتیجهش میتونه کندیشنل باشه برای مثال سی جاوه لطن جفاقه دو سی جاوه لطن جفاقه دو اینجا امپخفه هستش میگیم اگه زمان داشتم یعنی الان زمان ندارم اگه زمان داشتم, داشتم،, 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 داشتم، جفاقه دو ورزش انجام میدادم پس زمان ندارم الانم انجام نمیدم پس این یک نوع از جملات شرطی هستش که جمله اول امپخفه است جمله دوم کندیشنل توی این جملات امکان نیست امکان انجام دادن اون کار ولی در آینده احتمالش هستش یه مثال دیگه میزنیم سی تقیش اگه من ثروتمند بودم جو اتوق من دور دنیا سفر میکردم خب یعنی الان ثروتمند نیستم معنیش اینه اگه ثروتمند بودم یعنی الان نیستم جو سفر میکردم ولی خب الان که نیستم خب نمیتونم پس الان سفر کنم ولی احتمالش هست در آینده ثروتمند بشم و بتونم سفر کنم به دور دنیا همچنان که گفتم این فقط یک نوع از جملات شرطی بود ما جملات شرطی زیادی داریم که سعی میکنم در یک ویدیو جداگونه برخی از اونها رو براتون توضیح بدم امیدوارم که مطالب این ویدیو براتون مفید بوده باشه و از اون استفاده لازم رو برده باشید اگه فکر میکنید که مطالب این کانال و این ویدیوها براتون مفید هستش لطفا ویدیوها رو لایک کنید و دیدن اونها رو به دوستانتون که به یادگیری زبان فرانسه علاقمند هستن پیشنهاد بدید منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید